خب این این باز هم مثال مورد بیشتری نیست همش مثال های بیشتره اگر نه همه, همینه هم هم. حالا با برلی 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 هد آن in the دو ون مای dog came rushing تو گریت می Okay برلی برلی سلدم ریرلی حالا نه در همه استفاده هاشون سلدم هم نه در همه مصارفش برلی سکیرسلی سلدم حتی اینها میخوان نشون بدن که دو تا موضوعی که داریم نمودش صحبت کنیم خیلی به هم نزدیک بودن اوکی اینجا دو تا قضیه هستش walk in the door اوکی که من که میام توی در, در, یعنی از تو در میخوام می بیام تو خونه این, این یه, م... یه... حرکته یه حرکتی دیگه come rushing to greet me که کار داگ هستش کار یعنی یه دونه کار یه دونه اومدن توی خونه هست یه دونه به سر روی صاحبش مثلا میپره سگه برای مثلا که خوش آمد بگه بهش اه. این, این دوتا دو کار با چه فاصله دارن انجام میشن هیچی هیچ فاصله بینشون نیست تو همن هم. خیلی به هم اصلا رفتن تو هم دیگه از به هم نزدیکن که بگذاریم اه. تو هم دیگه رفتن این رو چجوری میتونیم بفهمیم از حالت برلی برلی میاد وقتی میاریم استفاده میکنیم این حالت رو میخواد نشون بده تاکیدم میکنه به این یکسان بودنش هنوز پامو تو خونه نذاشته بودم خب نه نمیشه که پامون تو خونه نذاشته باشیم ولی پامونو تو خونه گذاشتیم ولی میایم اینجا اقرار میکنیم اقرار اقراق میکنیم اقرار یه بس دیگه است اقراق چی بود اون یکی ام... پافشاری فشاری میکنیم ام... پیاز داغش رو زیاد میکنیم خب اه. اینجا برای این موضوع ما از برلی استفاده کردیم برلی میاد این رو دیگه خیلی دیگه شورش میکنه برلی هدا وقت دو, دو. هنوز پامو تو خونه نذاشته بودم با که میگه پامو گذاشته بودم ما ترجمهش بهتر بکنیم نذاشته بودم هنوز پامو تو خونه نذاشته بودم when my dog came rushing to greet me پامو هنوز خونه نذاشته بودم پرید سر که مثلا خوش آمد بگه به هم گریت کنه منو آها بیاد سلام احوال پرسی کنه اوکی <applause> <تصفح> <applause> <applause> این هم یه استفاده از هم یکی دیگه شون هست اما دقت کنید به ترکیب اینورت شده ای آی هاد که شده هاد این هم گذشته کاملش گذشته کامل میشه حال کامل میشه آینده ساده میشه حال ساده میشه گذشته ساده میشه همه زمان ها میشه دیگه بیشتر از این مثال نزنیم بریم بعدیش Here we go In no way Should we accept their offer In no way Should we Now we should Should we accept their offer In no way هم دوباره Limiting هستش محدود کننده هستش um, و به جن که بگه we should accept their offer یا بگه we shouldn't accept their offer که یک جمله بسیار نرمال هستش با تاکید بسیار زیاد میارتش این no way should we accept their offer جمله وقتی میخواد بیاد زبان بدنی که میاد اینه انگشتی که میاد اصلا تاکید شدید روش داره میشه این no way به تحت هیچ شرایطی ما نباید آفرشون رو پیشنهادشون رو بپذیریم اینجا داره تاکید بسیار بالا نشون میده این نو وی این هم میتونه توی روزمره استفاده بشه برای بالا بردن تاکید و شود وی به جای وی شود اوکی مدال مثل شود کود وود مایت ویل وود اینها راحت میان ابتدای جمله میان ابتدا پیش از سابجکت و اینورژن صورت میگیره خ مورد دیگهش never a day had she missed her lessons never a day had she missed her lessons یه دانش آموز رو مثلا در این در مورد صحبت میکنیم که هیچ وقت قیبت نکرده همیشه سر کلاساش حاضر بوده never a day حتی یه روزم قیبت نداشته اوکی یا مثلا کلاسش رو حد دست نداده اه, she had missed میشه had she missed اوکی. و بعد حالا محدودگرش چیه؟ never a day that's it همشون دیگه شبیه هم دیگن محدودگر inversion بقیه یه جمله جمله تحکیدش میره بالا that's it چیز خاصی نیست مسئله اینه که ما part of speech رو یا همینطور اون word order رو بشناسیم وقتی word order رو میشناسیم خودمون متوجه میشیم این به هم خورده و عجیب غریبه that's it کافی کافیه یه بار برامون توضیح داده شده باشه فکر کنم مورد خاصی باشه ولی خب خیلی خوب میشه برای آیلتس و استفاده کرد Only by researching can you solve this problem اوکی okay. میخواد بگه که شما میتونی مشکل حلش کنی ولی فقط به این شکل به این راه و حالا با مدل رو به هم زدنش داره تاکید رو بالا میبره میگه مثلا you can solve this problem اون uh, مثلا by researching اوکی okay. اما حالا با اونلی و با آوردن همه این تیکه با این ریسرچینگ که در واقع حالت وسیله انجام یعنی کار هست به ابتدای جمله نورپردازی بیشتری به قسمت که راه حل هست اول راه حل رو بیشتر نور بهش میدیم بیشتر بلدش میکنیم بیشتر به رنگ میدیم بهش و بعد جمله رو با حالت اینورت میاریم و این حالت تاکید رو به خودش دیگه میگیره اونلی بای ریسرچینگ فقط با ریسرچ با تحقیق شما میتونی مشکل رو حل کنی این تنها راهش مثلا این تاکید روی تنها راه بیشتر شد و اینجا دیگه فرد نمیاد بپرسه اینجوری این کار بکنیم چی دیگه اون تاکید شده اونلی بای ریسرچینگ فقط رو فقط آها اون تاکید سرانگشت تو این جمله به این شکل قشنگ ظاهر میشه next one next one uh, rarely have I eaten better food. Rarely have I eaten better food. Okay. اینجا میگه I have eaten better food. بعد ریلی میاد منفیش میکنه. به حالت مثل never. نزدیک هست به never. یعنی حالت منفیه مثل اینه که طرف گفته I haven't eaten better food. از بهتر از این نخوردم. اما اینجا وقتی میگه که rarely have I eaten have I به جای I have تحکید رو برد بالا و داره دیگه اغراق میکنه مثلا ما چه میدونم مهمانی هستیم جایی مثلا یا کسی مهمان ما هست و بعد مثلا میخواد دیگه بتر کنه از مخزنی یا <خز> <laughs> نمیدونم میخواد واقعا خیلی لذت برده همچین جمله رو استفاده میکنه همچین چیز رو اصلا نخورده بودم برای مهمونی بعدیتون تون آمادش کنید وقتی میرید همراهتون ببریدش بگیرین رو <laughs> really how I eaten better ولی بله وقتی هم میگید سینه رو پر کنید با کف دست صحبت کنید <laughs> خب اینم از این مورد دیگه داریم اوکی okay. only after her death was I able to love her only after her death یه چیه زمان رو داره مشخص میکنه و فقط هم در اون زمان فقط پس از اینکه فرد میمیره من قادر بودم پس از اینکه فرد مرد من تونستم دوستش داشته باشم تا قبل از اون مثلا متنفر بودم واتر okay. اوکی uh, was i به جای i was able to میگه was i اینجا چون to be was تو خوده to be able to هستش ما دیگه نیازی به فعل to do اینها نداریم خود was رو آوردیم ابتدا همون جمله خیلی ساده است یعنی اینکه کدوم بیاد ابتدا اینها اصلا فکر نکنم پرسشی باشه مطلبی باشه چرا که به اصطلاح دیگه آدمی که ادوانس دیگه اینا رو میدونه که was باید بیاد پیش از آی بشینه این ساده است بعد اونم که دیگه منفی ساز محدودگرم اونم که مشخصه only after her همه زمان ها رو میندازیم بیرون فقط اون افزه هردف رو محدودش کرد کل محدود اون لاو رو محدود کرد به یه دوره کاملا مشخصی و پیش از اونو رو بیرون ریخت only after her death این محدود کرد زمان رو به این ترتیب ما مثل یه adverb of time اینجا داریمش اوکی مثل مثلا بگیم yesterday یه adverb of time اینجا only after her death هم یه adverb of time was i able to love her اینم یه مورد دیگه و مورد بعدی که فکر کنم پایانیمون باشه hardly ever does he come to class on time hardly ever does he come to class on time در جمله این بوده he comes to class on time جمله مثبتش منفیش he doesn't come to class on time بعد حالا میخوایم تاکید کنیم hardly ever داز این داز الان از کجا اومد از روی دوی که گفتیم میاریم جمله و اس سوم شخص که از رو کامز برداشته شده داز hardly ever does he come to class on time سیمپل نه <تصحیح> مثل هندی ها گفتم سیمپل نه آرائیت <تصحیح> right. چیز ساده یه فقط یه خورده ما زیادی بزرگش کردیم فکر میکنم امیدوارم که این حس رو که من دارم شما هم داشته باشین من خودم وقتی میخوام اینو درسش بدم احساس میکنم چی درس بدم آخر خب همه چیز مشخصه ولی خب آره برای خیلی ها تا ندونیمش یعنی میگه اما چه حل شود گشت آسان شود همچین چیزی میگیم اون داستان در پیش از اون افراد وقتی سر کلاس هستن میگن وای اینا چرا اینجوریه چرا این شکلی گفته چرا این مدلی چیز خاصی نیست یه محدودگری منفی کرده در ابتداست و بعد ما اینو اینورت میکنیم تاکید جمله واقعا میره بالا همین یه تکنیک سو so, چیز جدیدی نیست همه واژه و ترکیباش رو میشناسیم فکر کنم فقط به هم باید بزنیم یک و مورد بعدی اسلاید بعدیمون در رابطه با negative اند لیمیتینگ ادوربز هستش که ما هم کار کردیم چیا بودن اونلی نات اونلی و موردهای دیگه ای که توی ویدیو دیدید در ابتدای مثال ها بود حالا یه چند توش اینجا براتون لیست کردم که خودم الان روی تصویر هستم واسه همین من از خدمتتون تو مرخص میشم شما رو تنها میذارم با این لیست این از ویدیوی امروز امیدوارم ازش لذت برده باشید و شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم تا موقع پیروز شاد باشید بدر